داشتیم با دکتر در مورد استرس صحبت میکردیم، با دکتر داشت میگفتش که استرس تو ذهن ماه. خب یعنی یه چیزی که از ذهن ما به وجود میاد، یعنی باعث میشه که ما احساس استرس و یا خطر بکنیم، که اونم داشتیم صحبت میکردیم که این مکالمات ذهنیه که یه مقداری باعث میشه که ما احساس کنیم که در خطر هستیم و استرس داریم، و این مکالمات ذهنی به خاطر اینکه یه چیزی رو ما قضاوت میکنیم، برچسب میزنیم. قضاوت گفتیم از کجا میاد؟ از باورهای ما. ما یه صندوقچه باور داریم، این بیلیف سیستم ما و باورهای ما، که این باورها باعث میشه که ما یک طرز فکر و یا یک عقیده‌ای راجع به یک موضوعی داشته باشیم. حالا یا یه شخصی با یک خصوصیات مختلف. این باورهای ما از چی میاد؟ از پدر مادر ما که ما رو بزرگ کردن، از مدرسه، از کتاب، از معلم، از محیط، از تلویزیون، از فیلمایی که میبینیم، از بچه‌های همسنمون و همینجور به هر حال، یا مذهب یا به هر حال ملیت و غیره، آداب و رسوم و غیره، اینا همه باعث میشه که ما یه باورهایی در ذهنمون قرار. این باورها باعث میشه که ما وقتی یک موضوعی برای ما پیش میاد، اینو ما بر حسب اون باورهایی که داریم یک شناسایی بکنیم. بعد شناسایی میکنیم، میگیم یا خوبه یا بده. و اگر بد بشه، وقت به ما استرس دست میده. و همین استرس باعث میشه که همون اتفاقاتی که گفتم برای ما پیش میاد. حالا ما یه کاری که باید بکنیم اینه که هر چند وقت یه بار باورهای خودمون رو بشینیم تحت سوال ببریم، یا یه تجدید نظر بکنیم، یا یه نگرشی بهش داشته باشیم، ببینیم که باورهای من چی هن و این باورهای من آیا مثلا دونه دونه باورهامونو بشکاف، آیا این باور برای من داره کار میکنه یا نه. ممکنه یه باوری شما دارین که مثلا 6 سال پیش برای شما کار میکرده، ولی الان ممکنه برای شما دیگه کار نکنه. بله، به خاطر اینکه شاید یه باور بهتری جایگزینش کردیم. اینی که باورها بعد قشنگ یک انسان متعصب باورش با یک انسان آزاده‌خواه خیلی فرق میکنه. پس مثلا شما دارین میگین که آدم رشد میکنه یا بزرگ میشه یواش یواش، همه چیزاش عوض میشه. ما باید نگاه کنیم که کی هستیم امروز با باورامون. به یک سال پیش دقیقاً با یک سال پیش، با 100 سال پیش، با 1000 سال پیش، خودمون رو انالایز کنیم، بشکافیم، ببینیم که باورمون رو یه مقدار بازش کنیم، ببینیم که این باوری که من دارم آیا برای من کار میکنه یا نه. برای که بعضی باورها چجوری این کارو بکنیم؟ خب ببین، بعضی موقع باید بشینیم، به جای اینکه هی به دوی میبرم بر بشینیم. و واقعا وقتی که یک موضوع استرس آور به ما دست داد و بعدش هم آروم شدیم، بعدش بشینیم فکر کنیم که اوکی، من از این موضوع خیلی ناراحت شدم و این موضوع باعث شد که من استرس خیلی زیادی داشته باشم، چرا؟ بعد هی برمیگردیم به عقب. بله. بعد برمیگردیم میگه خب به خاطر اینکه من در ذهنم این بود که این خیلی بد بود، در صورتی که ممکنه برای یک شخص دیگه اصلا بد نباشه. بله. شما یک موضوع برای 5 نفر پیش بیارین، یکی ممکنه بخنده، یکی ممکنه گریه کنه، یکی ممکنه خودشو از بالای پشت بوم بندازه پایین. میدونی فرق میکنه عکس العمل ها در مورد موارد مختلف فرق میکنه. مثلا یه برادر خواهری که توی خونه بودن با یه پدر مادر، شاید یه دونهشون باورشون به یه میتونه باورشون فرق بکنه. البته معمولا خیلی شاید، ولی میتونه در خیلی از مواقع باورها با هم فرق داشته باشه. پس این باورها باعث میشه که یک شخصی طرز فکرش و ذهنیاتش و قضاوتش که در نتیجه اون اعمالش پیش میاد یه مقدار مشخص بشه، و بعد اونا رو اگه مطالعه بکنه و بعدا بگه اوکی، من مثلا قبلا باور داشتم که آدمایی که مثلا رنگ پوستشون اینجوریه مثلا اونجوریان، یا اگه کسی یه مذهب اینجوری داره، یا اگه کسی از این کشوره، لیبل میبندیم و قضاوت. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا ممکنه یه تجربه ای داشتیم و بعد یه کلیت میدیم، یا اینکه ممکنه به ما یاد دادن که بعد اینجوری فکر کنیم. و ما باید بگیریم اینا رو بشکافیم، مثلا بنویسیم روی کاغذ فکرامون رو، چرا این احساس رو دارم به طرف این آدم، و همجوری هی بری عقب ببینی و بعد میگی خب آیا من این باور برای من داره کار میکنه الان، یا اینکه بیشتر باعث زجرم میشه، باعث ناراحتی میشه، خودم هم که دارم زجر میکشم. بله. همینجوری که این کار رو بکنی، بعد میبینی کم کم باورهات عوض میشه. باورها که عوض بشه، بعد یه مقداری واکنشات نسبت به مسائل مختلف تغییر پیدا میکنه. مثلا اگر که تو ترافیک نشستی، قدیما باورت این بود که وای چقدر اینجا وحشتناکه، من اصلا نمیدونم چیکار کنم. خب ولی یه باور دیگه میتونی بهش قرار خودت سود بزنی، بخند، بگی حالا که اینجا من گیر افتادم، بذار 20 نفس عمیق بکشم. بله. میدونی چی میگم؟ یه رادیو استیشنی که دوست دارم، یه شعری که آفرین. دوست دارم. یا مثلا داری توی کانیون میری، یه ماشین جلوت خیلی یواش میره، تو هم عجله داری. خب یه باورتون باشه که با این چه آدم اینجوری کرد فلان کرد، ولی یکم یه بارم میتونی بگی که نه، این شاید فرشته خداست ما رو فرستاده اینجا که
باعث بشه مثلا مانع یک تصادف بشه بر من. درسته. اینه که یه مقدار اینها اگه بعد یه ذره فکرمون رو عوض کنیم توی اون فکرمون، آفرین، آگاهی داشته باشیم. بله. حالا بعد جلسات بعدی یه مقدار صحبت میکنیم که یه راه چارهایی میدیم که وقتی که استرس داریم چی کار میتونیم بکنیم. اینا مال قبل از استرس بود که چی کار میتونیم بکنیم که استرس نداریم، ولی حالا در جلسات گذشته صحبت میکنیم که وقتی که استرس داریم چی کارا میتونیم بکنیم. بله. یه پیشنهاداتی میتونیم بدیم که خیلی مفید باشه. خیلی هم اینا مهمه که بدونیم چجوری میتونیم این استرس رو برای خودمون آسان‌تر کنیم، کمش کنیم. بله.